درودی سرشار از مهر و محبت خدمت همیهنان شریف و آزادی خواهم به اولین برنامه خبری امروز از کانال کیوس خوش آمدید شکست بی سابقه رژیم حامیان جمهوری اسلامی دیگر به خیابان ها نمی آیند اقدام جدید حکومت برای انتخاب گزینشی معلمان فیلتر بسیج پیش پای استخدامی ها اما قبل از مشروع این اخبار مهم بار دیگر از شما همراهان عزیز کیوس میخوایم که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم شکست بی سابقه رژیم حامیان جمهوری اسلامی دیگر به خیابان ها نمی آگنده. در روزهایی که جمهوری اسلامی از چند جبهه درگیر بحران عمیق و جدی شده است از دست رفتن پایگاه مردمی در بین ولایت مداران سابق می تواند ضربه سنگین بر تنه پوسیده ی نظام علی خامنه ای باشد این روزها بنا به گزارش نیروهای ریزشی و با نگاهی به کانال تلگرامی حامیان جمهوری اسلامی می به راحتی دریافت که نظام ولایی با بحران مشروعیت حتی در بین قشر مذهبی جامعه روبرو شده است در همین بین باز هم فراخانی برای تجمع حکومتی در دفاع از حجاب اجباری صادر شد و باز هم از این تجمع استقبال نشد تجمع مقابل با بیهجابی در پایتخت یکی از دهها تجمعی بود که ارگان ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در ماههای اخیر برای آن با تبلیغات فراخان میدهند اما شرکت کنندهای برای آن نمیابد بعد از این مراسم یک ارزشی با نوشتن متنی در کانال تلگرامی سربازان ولایت انتقادات بی سابقه ای از شیوه حکمرانی مسئولان رد بالای نظام کرد و نوشت آقایان ببینید در روز روشن در تهران با 15 میلیون جمعیت کار به جایی رسیده که 200 نفر هم برای تجمعات ما نمیآیند چه کردید با انقلاب این اگر سقوط باوری و معرفتی نیست پس اسمش چیست شما بگویید حضرات که در طول این سال حکومت چه کرده اید که کار به اینجا رسید از سوی دیگر رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری مهر دانشجو و فارس در اخبار مربوط به تجمع بانوان محجب علیه بیهجابی و بدپوششی در سیزدهم اردیبهشت 1403 آن را خودجوش خواندند برخلاف این ادعا اما روزهای اول اردیبهشت ما پیامی در شبکه پیامرسان ایتا کانال منصوب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران و برای شرکت در تجمع و پیاده روی حمایت از افاف و هجاب دعوت کرده بود. در این پیام تلاش زنان برای کسب آزادی انتخاب نوع پوشش، توطعه دشمن و معاندین داخلی برای دین ستیزی و جنگ علنی با خدا خوانده شده و از همه بانوان محجبه و دقدق من دعوت شده است تا در مسیر ولی اصر تا تجریش با هجاب اسلامی پیاده روی کنند. این پیام در بیش از 60 کانال دیگر شبکه ایتا نیز باز نشده بود. این بارها در تلگرام و توییتر نیز به اشتراک گذاشته شده بود با تمامی این تبلیغات تعداد افرادی که در این تجمع شرکت کردند به گزارش شاهدان عینی به 300 نفر نرسید یک شاهد عینی در رابطه با تجمع 13 مردیبهشت 1403 حامیان حجاب اجباری گفته است تا ساعت چهار بعد از ظهر تعداد حاضران در این تجمع که همگی دارای پوشش چادر بودند به 300 نفر نرسید اما با توجه به اتوبوسهایی که در خیابان اطراف میدان پارک شده بودند به نظر می رسید همین تعداد نیز به صورت سازمانی در تجمع شرکت کرده بودند شرکت کنندگان در این تجمع به ظاهر خودجوش پرچمهای قرمز رنگ در دست داشتند و در محاصره ماموران لباس شخصی موتورسوار در زل شمالی میدان تجمع کرده بودند شرکت کنندگان در این تجمع همچنین به صورت هماهنگ که پلیس انقلابی علیه بیهجابی حمایت می‌کنیم. میکنیم نیروی انتظامی تشکر تشکر یا فاطمه شعار ماست حجاب افتخار ماست و سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن سر داده بودند اما در نهایت تعدادشان به حدی نرسید که بتوانند راهپیمایی مد نظرشان را برگزار کنند و در همان میدان ولی اصر متفرق شدند تجمعاتی که پیش از این نیز برای حجاب در شهرهای مختلف ایران برگزار میشد به سرنوشت مشابهی دچار میشدند Oh, با یه حجم خیلی زیاد افتادن توی خیابونا پرچم ایران دستشونه و یه پرچم قرمز میخواهم امره به معروف کنم کاشی واسه اختلاس هم اینجوری میکردید همه منوف کردید پس از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی بارها جمهوری اسلامی به بحانه های مختلف فراخوان تجمع صادر کرد دستگاه پروپاگاندا جمهوری اسلامی پیش از این نیز در مواجهه با اعتراضات گسترده مردمی با فراخوان های حامیانش را به خیابان ها مانند 23 تیر 1378 و 9 دی 1388 که جمهوری اسلامی پس از شهریور 1401 صادر می کرد اما با عدم استقبال عمومی مواجه بودند. اولین تجمع یک مهر 1401 برگزار شد. در آن تجمع که به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی در چندین شهر برگزار شده بود، اندک شرکت کنندگان در شعار خود خواستار اعدام معترزین شدند. 13 آبان همان سال به بهانه سال روز سالگرد اشغال سفارت آمریکا که در تقویم جمهوری اسلامی رویداد مهمی است، یک راهپیمایی حکومتی دیگر برگزار شد. به رغم این موضوع، اما آن راهپیمایی نیز نسبت به سالهای پیش از آن کم رونق تر بود. راهپیمایی نهم دی که از سال 1388 به تقویم سیاسی جمهوری اسلامی اضافه شده بود نیز به سرنوشت راهپیمایی های پیش از آن دچار شد. تجمعات به ظاهر خودجوش حامیان هجاب سرنوشتی مشابه داشتند. بهمن 1402 تجمعی مقابل مجلس شکل گرفت. در آن تجمع که با حضور نمایندگان وقت مجلس از جمله مرتضی تهرانی برگزار شده بود نیز بر اساس تصاویر منتشر شده جمعیتی کمتر از پنجاه نفر شرکت کردند اگرچه بودند تجمعات به ظاهر خودجوشی که حاضران در آن با نیروهای انتظامی درگیر شدند از جمله تجمعی در اسفند 1402 با عنوان امت حزب الله که در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران برگزار شده بود آن زمان روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی نوشت بر ویدیویی که به دست این روزنامه رسیده نیروی انتظامی با افرادی که برای اعتراض به وضعیت بیهجابی در خیابان پاستور تجمع کردن درگیر شده است طبق ویدیوهایی که از این تجمع منتشر شده تعداد تقریبی تجمع کنندگان بین 20 تا 30 نفر بود که با شعار الله و اکبر به حضور پلیس به محل اعتراض می کنند سپس در ابتدا یکی از تجمع کنندگان با لباس زرد یکی از ماموران یگان ویژه را به عقب داده و درگیری پلیس با اذران در خیابان پاستور آغاز می شود. آن زمان تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع تصاویری را از چند فرد با سر و صورت خونی منتشر کرده و گفتند که این افراد توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند تجمع تیر 1402 مدافعان حجاب اجباری نیز با شوب کشیده شد در آن تجمع نیز بنابر بیانیه قوه قضایی پس از روزها اخلال در عبور و مرور شهروندان در نهایت نیروی انتظامی با تجمع کنندگان درگیر شد جمهوری اسلامی نه فقط در رابطه با حجاب اجباری که در رابطه با دیگر ارزشهایش از جمله حمایت از مردم فلسطینیز موفق به برگزاری تجمع نشد پس از حمله 15 اکتبر حماس به اسرائیل نیز جمهوری اسلامی تلاش کرد تا چندین تجمع در حمایت از مردم غزه برگزار کند از جمله تجمعی پس از حمله به بیمارستان المعمدانی از این تجمعات نیز استقبال چندانی صورت نگرفت اگرچه جمهوری اسلامی تصور می با بگیر و به بندها بر فضای حاکم بر جامعه تسلط پیدا کند اما برخلاف گذشته نظام دیگر نمیتواند به واسطه لشکرکشی میانش به خیابانها برای خفه کردن صداهای متفاوت تلاش کند اقدام جدید حکومت برای انتخاب گزینشی معلمان فیلتر بسیج پیش پای استخدامی ها وبسایت شناسنامه قانون اقدام به انتشار اطلاعیه فرایند ارزیابی تکمیلی و گزینش معلمان استخدامی در آموزش و پرورش کرده که بر اساس یکی از بندهای این اطلاعیه فعالیت در نهادهای انقلابی از جمله بسیج و آموزش های قرآنی یکی از شروط استخدام خواهد بود این اطلاعیه خطاب به داوطلبان شرکت کنند در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه گرشته شغلی آموزگاری در سال 1403 اعلام کرده است که باید در کنار ثبت اطلاعات فردی و بارگزاری مدارک مورد نیاز تصویر مدارک مربوط به کسب مقام یا رتبه قرآنی و تصویر سوابق فعالیت های سیاسی و اجتماعی در نهادهای انقلابی و امور عامل منفعه مانند بسیج را نیز بارگزاری کنند. در این اطلاعیه تاکید شده است که داوطلبان شغل آموزگاری باید گواهی مربوط به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و جهادی داشته باشند. همچنین داوطلبان ملزم شدند که مستندات خود از تجربیات و سوابق تدریس و فعالیت در مراکز آموزش عالی، گروه‌های جهادی، مدارس، مراکز فرهنگی، تربیتی و تحقیقاتی را ارائه دهند. همه این موارد از جمله نکاتی است که داوطلبانی که در آزمون 18 اسفند سال گذشته شرکت کرده و در حال حاضر به عنوان برگزیدگان این مشخص شدند به منظور عبور از مرحله گزینش در آموزش و پرورش باید ارائه دهند و در مصاحبه ها و ارزیابی های مرتبط حضور پیدا کنند کارشناسان حوزه آموزش این اطلاعیه را در راستای رویکرد تغییر سیستم آموزشی کشور و ایدئولوژی محور کردن آن ارزیابی می کنند و معتقدند به زودی پس از جبران کمبود معلم از طریق جذب نیروهای بسیجی و طلبه ها باید منتظر تصفیه معلمان مستقل بود. این اظهارات نشان میدهد که روی کرده وزیر آموزش و پرورش در راستای یک سند بالادستی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده برنامه ریزی شده است که در نهایت منویات علی خامنه ای را دنبال می کند. روی کرده ایدئولوژیک در سیستم آموزشی و هزینه های اضافی برای پیشبرد امور مذهبی و ایدئولوژیک و همچنین به خدمت گرفتن طلبه ها در مدارس در حالی صورت گرفته است که بخش بزرگی از معلمانیک در سالهای اخیر در سیستم آموزشی فعال بودند با مشکلات فراوانی از لحاظ تامین حقوق سنفی و یا نحوه قراردادها روبرو هستند که منجر به برگزاری اعتراضات سنفی مستمر در ماه ها و سالهای اخیر شده است. مطالبات Gracias. Sí. شواهد نشان می‌دهد که روی کرده دولت ها در حوزه آموزشی در راستای برآورده کردن خواسته‌های علی خامنه‌ای است بر همین اساس تغییر محتوای کتب درسی که سال‌هاست یکی از دقدقه های رهبران جمهوری اسلامی بوده نیز در دستور کار قرار دارد و به گفته مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ترویج فرهنگ شهادت در مدارس آغاز شده و محتوای کتب درسی نیز با این رویکرد تغییر می‌کند بر اساس این گزارش علی خامنه ای بارها نسبت به محتوای کتابهای درسی حساسیت نشان داده و خواستار بازبینی در محتوای موضوعات درسی شده است او در اردیبهشت سال 1401 در دیدار با جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر سر کشور گفت که مطالب بیفایده کتب درسی باید حذف شود مطالبه خامنه ای نسبت به تغییر محتوای آموزشی از دهه هفتاد شمسی کلید خورد او در یکی از سخنرانی های خود در سال 1379 و در دیدار با طلبه ها خواستار برنامه ریزی برای تحول در نظام درسی و کتاب های درسی مراکز آموزشی بزرگ کشور به خصوص آموزش و پرورش شد. در اردی ماه سال 93 رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با معلمان و فرهنگیان گفت که باید در این سیستم چه از لحاظ قالب و چه از لحاظ محتوا تغییراتی رخ دهد. ده یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاش شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت بسته های خبری به شما عزیزان رو داره با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران